زمستان بود و زمان عید تقدیس معبد بزرگ در اورشلیم فرا رسید. عیسی در صحن معبد بزرگ و در داخل رواق سلیمان قدم می‌زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند. تا چه موقع ما را در بی تکلیفی نگاه می‌داری؟ اگر مسیح هستی، آشکارا به ما بگو. من به شما گفتم، اما شما باور نمی‌کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می‌دهم بر من شهادت می‌دهند. اما شما ایمان نمی‌آورید، چون گوسفندان من نیستید. گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند. من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. افت می‌گوید. بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار کنند. من کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم که پدر توان انجام آنها را به من بخشید. به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟ برای کارهای نیک نیست که می‌خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کف گفتن توست. تو یک انسان هستی و ادعای الوهیت می‌کنی. در شریعت شما نوشته شده است که خدا گفت شما خدایان هستید. ما می‌دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی‌شود و خدا آن کسانی را که کلام او را دریافت کرده‌اند خدایان خوانده است. پس چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفرگویی می‌دهید؟ به خاطر اینکه می‌گویم من پسر خدا هستم؟ اگر من کارهای پدرم را به جا نمی‌آورم به من ایمان نیاورید، اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید، به کارهای من ایمان آورید و بدانید و مطمئن باشید که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلا تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم نزد او آمدند و گفتند یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند.